این تظاهرات من رو بسیار امیدوار کرد. من سالهای 74, 75 و 76 لندن زندگی میکردم. تازه در دبیرستان فارغ التحصیل شده بودم و اونجا من فعالیت‌های کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی رو که سازمان چپگرا بود و بر علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی فعالیت میکرد دیدم، به چشم خودم دیدم تظاهرات بسیار سازمان یافته ای که اینا در مقابل سفارت ایران در لندن و در مقابل تمام سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف را میانداختند. این رو من دیدم. ولی کنفدراسیون یه سازمانی بود متشکل به طور کلی طرفدارانش طرفداران سازمان چریکای فدای خلق و سازمان مجاهدین در درون این کنفدراسیون بودند و با وجود اینی که تعداد ایرانی ها سالهای 74 و 75 بسیار کمتر از امروز بود، بسیار بسیار کمتر از امروز بود، این سازمان به نظر من نقش مهمی در سرنگون کردن حکومت مدرن و واقعا حکومت ایران ساز پهلوی داشت. نقشی که شاید هرگز مردم ایران کنفدراسیون رو نبخشند به خاطر این نقشی که بازی کرد در این در بی اعتبار کردن حکومت پهلوی در چشم جهانیان و بدتر از اون در قانع کردن رهبران کشورهای اروپایی، کشورهای عمده اروپایی و رهبران امریکا در اینی که در مورد این مسئله غیر واقعی، به طور غیر واقعی به وسیله حرکاتاشون، آکسیونهاشون، تماسایی که با رهبران و نمایندگان پارلمانهای کشورهای مختلف میگرفتن، رژیم پهلوی رو بی آینده در چشم رهبران سیاسی دنیا رنگامیزی کردن. و یکی از دلایل اینی که در نهایت اروپا و امریکا تن در داد به از ایران رفتن محمد رضا شاه پهلوی و تسهیل کرد آمدن خمینی به ایران رو، به نظر من نقش اصلیش به عهده کنفدراسیون بود. این منو به همیشه بسیار غمگین میکرد. در ظرف 43 سال گذشته هر بار که من یه اتفاقی در ایران میافتاد و من به تظاهرات ایرانی‌ها نگاه میکردم و تعداد کمشون منو واقعا غمگین میکرد. میگفتم، از خودم میپرسیدم چطور شده که ایرانی‌ها که 40 سال پیش توی تظاهراتی بر علیه حکومت پهلوی‌ها به اون شدت و حدت و به اون مقیاس وسیع شرکت میکنن، چه بر سر ایرانیان خارج از کشور اومده؟ حالا داخل کشور که 1001 محدودیت و سرکوب وجود داره، ولی چه بر سر ایرانیان داخل خارج کشور اومده؟ دیروز در مقابل سازمان ملل این مسئله برای من حل شد. برای اولین بار تظاهراتی در مقیاس تظاهرات‌های اطراف انقلاب که کنفدراسیون سازمان میداد و تشکیلات میداد و انجامش میداد، من در مقابل سازمان ملل دیدم تمام گروه ها با پرچم های منظم به طور بسیار دوستانه با هم، بدون اینی که اون کار همیشگی رو بکنن، یعنی بیشتر به جون هم بپرن تا به جون جمهوری اسلامی، کاملا با هم دیگه هماهنگ، کاملا دوستانه در مقابل سازمان ملل با پرچم ها، بنرها، عکس ها، اعلامیه ها، فیلم ها، دوربین ها و شخصیت هایی که بسیار خوب میتونستن با خبرنگاران و نمایندگان خارجی اونجا صحبت بکنن حضور داشتن. و من خودم به اتفاق دکتر هودشتیان رفته بودیم اونجا و ما دیدیم که کسانی واقعا به شخصیت های ایرانی بسیار مختلفی برخوردیم. شاهزاده نور اومده بودن، شاهزاده ایمان اومده بودن، داریوش اقبالی خواننده اومده بود، خیلی دیگه از شخصیت‌های سیاسی ایرانی که من از دورا دور باشون آشنا بودم ولی هیچ وقت با هم دیگه زیر یک سقف نبودیم یا دیگه مکان نبودیم رو من دیدم اونجا و واقعا صحبت‌های بسیار خوبی شد و امید تازه‌ای در دل من زنده شد برای اینکه ایرانی‌ها در یک مقیاس وسیعی به این تظاهرات پیوستن و به این جنبش پیوستن و به نظر من میرسه که ایرانی‌های خارج از کشور عزمشون رو جذب کردن که تکلیف رو با جمهوری اسلامی یکسره کنن. کاملا درست میفهمید. من نه تنها در این مورد به خصوص که تظاهرات تجربه زیادی دارم در مقابل سازمان ملل، ولی امسال به خاطر یه مقدار مشکلات سلامتی نرفتم. قبلا اون مطالبی که شما به اشاره کردین کاملا درست بود. معنی ما اون تضاد رو می‌دیدیم بین گروه‌های مختلف
ولی امسال نه تنها در این مورد به خصوص، حتی این در این چند هفته گذشته بسیار همکاری بین اپوزیسیون بسیار زیاد شده. اصلا شما در این نوشته ها و اینا اصلا اختلافی رو نمیبینید و یعنی یک پارچگی رو آدم احساس میکنه و این در حقیقت یک به نظر من یک بلسینگه، حالا هر جور که میخوام بهش بگین، من فکر میکنم که این ما رو مبارکه و این ما رو رهنمود میکنه به اون هدفی که همه ما دنبالش هستیم، فرقی هم نمیکنه که چه مسیر رو بخوام بریم. جناب زریمه، شما که صاحب تلویزیون هستین و برنامه های مطبوعاتی و رسانه‌ای رو میبینین و دنبال میکنین، نظر شما چی هست از این برنامه هایی که از ایران برای شما رله میشه یا خودتون نگاه میکنین و تحلیل میکنین؟ همه شبکه ها پر از کلیپ هایی که از ایران میاد، با وجودی که اینترنت رو قطع کردن، ولی باز بسیاری موفق میشن که کلیپ هایی رو بفرستن واسه کانال های بزرگ که ما از اون طریق نگاه میکنیم. و این تجمعی که در سازمان جلوی سازمان ملل بود، یکی از بزرگترین ها بود، یکی از بزرگترین ها ونهایی می آمدن که به اصطلاح پهلوشون صفحه تلویزیون بسیار بزرگ بود و نشون می دادن که اینا از همون کشتار 67 بگیر تا همه چیز رو نشون می دادن و به چشم گوش آمریکایی‌ها که در اونجا حضور داشتن می رسوندن. آقای ابی هم بود و آقای فرامرز اصلانی هم بود، کسان دیگه هم بودن در اونجا. ولی یکی از اون نکات بسیار جالبی که برای من اهمیت داشت این بود که هنرمندان ایرانی در ایران هم، اونها مثل خانم ریاهی که بدون حجاب اومده بود، حضور پیدا کرده بود و مصاحبه میکرد با یکی از این کانال‌های بزرگ، و همچنین حتی مهران مدیری که به نوعی وابسته به جمهوری اسلامی بود و حکومت ایرانی بود، این هم یک کلیپی رو گذاشته بود که گفتش که من به هیچ عنوان دیگه از من هیچی پخش نکنید، 40 سالی که داریم گرفتاری و بدبختی میکشیم، ما برای مردم بیچاره نمیخوایم این کلیپ ها پخش بشه. و در ایران هم ورزشکارا و کسان دیگه، هنرمندای دیگه، اونا هم به جمع هموطنان ما در مثلا پیوستن و در کف خیابون خوشبختانه هنوز که هنوزه، با وجودی که رهبر خاصی نیست، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید یک بار برای همیشه باید مقاومت بکنیم و از شر این حکومت ظالم و غیر ایرانی، باید بگیم غیر ایرانی، مثل کسی میمونه که این شاه بقیه کشورهای مذهبیه، منتها مقرش در ایرانه، ستادش در ایرانه و از ایران هم به عنوان غنیمت جنگی ازش استفاده میکنه، از منابعش، از همه چیزش میفرسته واسه اونجاها و برایشون اصلا ایرانی ها اهمیتی ندارن به هیچ عنوان این زاغه ها و چیزای کسب. ولی اینا که میبینید همین ونهایی بودش که کشتار 67 رو نشون میده، بیشترشون مجاهدین بودن، اینا هموطنان ما بودن، عقیدهشون حالا هر چی میخواد باشه، به هر حال دلیل نمیشه به خاطر عقیدهشون اینا رو بکشن، صرفا به خاطر اینکه مخالف اونا صحبت میکنن. این عادلانه نیست، این انسانه نیست، این حتی مذهبی هم نیست. به نظرم چرا مذهبی میتونه بگه که چون با من مخالفی من، یعنی در حقیقت من یه نکته دارم، جمله دارم که همیشه میگم، میگم هیچ کفری بالاتر از این نیست که بنده خدا رو به بهانه خدا بکشن، اصلا منطقی نیست. ولی میبینیم که به خاطر قدرت، به خاطر زورمداری، به خاطر اینکه سر کار باشن، اینا از هر نوع فرصتی برای سرکوب مردم استفاده میکنن. بله، راجع به این کابینه صحبت کردین که عکسای مختلفی رو، ویدیوهای مختلفی رو گذاشته بودن، اینو میتونم اعتبارش رو بدم به چندین سازمان مختلف از جمله آیول، IVOL و نهاد مردمی و چند تا سازمان دیگه، و این نشون میده که سازمان‌های مختلف وقتی که با هم اتحاد داشته باشن و در ضمن بتونن یه بودجه رو تهیه بکنن به خاطر این کار بزرگ، میتونن کارهای بسیار زیادی رو انجام بدن. یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون داشت و داره، نداشتن بودجه بوده و هست، و این نداشتن بودجه
نمیتونست کارهایی که میتونستن انجام بدن که افرادی مثل نایاک یا دیگران سازمانهایی مثل نایاک میتونستن انجام بدن، به خاطر که بودجه داشتن، میتونستن استخدام بکنن، میتونستن کارهای مختلفی رو انجام بدن. بنابراین این اپوزیسیون که این کار رو کرده بسیار کار بسیار درستی کار میتونه به ما کمک‌های زیادی رو بکنه. راجع به خانمی گفتین که در ایران در مجری برنامه بوده، ما یک کلیپ خیلی کوتاهی داریم از یک خانم معجبه که در صدا و سیما کار میکرده، خیلی کوتاه 30-40 ثانیه است. اینو با هم دیگه میبینیم و برمیگردیم به خدمت آقای کنگلو اگه ممکنه. خواهش میکنم. هم از روسری من. آره روسری ما در آوردن، چون یه خبرنگارم نباید روسری بهم در بیارم، در میارم. من این حجاب شما را توی سطل زباله میندازم. حجاب شما به درد اون آشغالی میخوره که شما از معلوم نیست از کجا برای ما یک حکومتی رو درست کردید که باید نشان بدید که با حجاب زن ایرانی میتونه زندگی کنه. من این حجاب را توی زبال دونی تاریخ میندازم.